طی روزهای گذشته و در آستانه 9 دسامبر، روز جهانی مبارزه با فساد و همزمان با افشای فساد در واردات چای در ایران، بار دیگر توجه افکار عمومی نسبت به علل، پیامدها و گستردگی فساد اقتصادی در نظام ایران جلب شده است. اسفندیار عبداللهی، دبیر سرویس‌های سیاسی و بین‌الملل دیدار نیوز از تهران با ما همراه هستند. جناب آقای عبداللهی، سلام عرض ادب. سلام و عرض ادب خدمت شما و بینندگانتون. بزرگواری آقای عبداللهی، در رابطه با دلیل گستردگی فساد و تکرار آن، انواع و شکل‌های مختلف، لطفاً مختصراً توضیح بفرمایید. من در یک برنامه شما عرض کردم که مسئله‌ای که امروز به نام چای گیت می‌شناسیم و توضیحاتی که آقای خداییان در رابطه با جزئیات این پرونده دادن، یک نمونه از هزاران نمونه است که موارد تعداد معدودی از آن طی سال‌های گذشته رونمایی شد و تعداد بسیاری از آنها هم ممکن است در جریان باشد. میگم ممکن است در جریان باشد چون که همیشه تا زمانی که یک مسئله رو نشده و دست کسی به خاطر رقابت‌های داخلی بعضی از جناح بعضی از افراد درون حاکمیت نسبت به هم این افشاگری صورت نگیره، ممکن است که سالها جریان داشته باشه و دوباره تحت یک بازی دیگری و یک اتفاق دیگری، حرکت یک روزنامه نگار و یا چیزی که من قبلا هم گفتم، این ادامه خواهد داشت. بنابراین ما همواره باید منتظر این موارد باشیم و در حالی که جریان فساد در کشور در لایه‌های دیگر در حال انجام است، ضمن این که باید عرض کنم همین فسادهایی که آنها بعضی ها موردی اشاره می کنند و آنها رو موردی می نامند، هم به صورت شکلی و به صورت گزینه‌ای افرادی و اسامی مورد محاکمه و بازخواست قرار می گیرند. آقای عبداللهی، چرا هیچ عزم جدی مبنی بر پایان دادن به فساد وجود نداره؟ گفته می شود که عزم جدی برای پایان دادن به فساد وجود دارد، ولی با بیان این که عزم جدی وجود دارد و با گرفتن فیگور مبارزه با فساد، فساد شکن نخواهد شد. به خاطر اینکه فساد یه درخت تنومندی شده که کسی الان زورش بهش نمیرسه و شاید زندگی و حیات و ممات سیاسی و اجتماعی و اجرایی بعضی ها به همین گره خورده به این داستان و نمیشه این را جدا کرد. اصلا حیثیت و مانایی و حضور بعضی از نهادها، بعضی از شرکتها به همین قضیه ارتباط داره و اگر نباشد بسیاری از شرکت‌های بزرگ قدرت ادامه حیات و قدرت رقابت با شرکت‌های رقیب را ندارند. آیا مشکل از دستگاه‌های ناظره یا مسئله فراتر از این هاست؟ اینم بفرمایید. کدوم دستگاه ناظر؟ شما بفرمایید چه دستگاه ناظری ما مگه داریم؟ ما دستگاه ناظر نداریم. هیچ دستگاهی؟ دستگاه‌های ناظر بخشی از دستگاه‌های اجرایی هستند و بالعکس. یعنی شما گاهی میبینید مثلا وقتی که شورای نگهبان نمایندگانی رو کاندیداهایی رو انتخاب میکنند که میشود بزرگترین دستگاه نظارتی کشور، ولی قبل از اینکه مردم انتخاب کنند از یک فیلتر دیگر عبور کردن، اینها کجا میتوانند ناظر باشند و کجا میتوانند نماینده واقعی مردم باشند در حالی که قبلا انتخاب شدند؟ بقیه دستگاه نظارتی رو هم به همین صورت من اعتقادی بهشون ندارم. بله، چگونه میتوان به شرایطی نرسید که دیگر شاهد هیچ گونه فسادی در هیچ سطحی نباشیم؟ فقط رفتن به سوی یک تأسیس یک نظام، یا بهتر بگیم بازنگری در قانون اساسی و تعریف مجدد اصل نظارت و اصل حاکمیت پارلمان. اصل حاکمیت پارلمان که به عنوان بیس و پایه نظارت بر کلی امور اجرایی و قضایی است. ما پارلمان الان نداریم. بنابراین تنها راهش بازنگری در قانون اساسی و تعریف و بازتعریف مجدد اصل انتخابات است. بله، تشکر میکنم از شما آقای اسفندیار عبداللهی، دبیر سرویس های
سیاسی و بین الملل دیدار نیوز از تهران با ما همراه بودند.